برنامه خداوند متعال با عرض سلام به برنامه خبری جهان در شهر خوش آمدین. امروز جمعه اول میزان سال 1390 خورشیدی که برابر می شود به 23 سپتامبر 2011 میلادی. من نشان نوزاد ابراهیمی هستم. حکومت افغانستان به استاد برهان الدین ربانی لقب شهید صلح را داد. رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر از کارکردهای استاد ربانی در زمان جهاد و مقاومت و روند صلح در افغانستان ستایش کرد. رئیس جمهور کرزی می گوید چنین کارکردهای استاد ربانی وی را به شخصیت ملی مبدل ساخت. در این حال صلاح الدین ربانی فرزند استاد ربانی خواهان پیگیری ترور پدرش از سوی حکومت شده است. طاهر صدید گزارش می دهد. نماز جنازه استاد برهان الدین ربانی با حضور مقام های ارشد حکومت و مهمانان خارجی در کاخ ریاست جمهوری برگزار شد. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. رئیس جمهور کرزی میگوید استاد برهان الدین ربانی در میان مردم افغانستان از جایگاهی ویژه برخوردار است و کارکردهای آقای ربانی در راه جهاد و مقاومت و روند صلح مردم افغانستان هیچگاه فراموش نخواهد شد و ثبت تاریخ خواهد شد. زمرد معاصر تاریخ پاس کوچیتو که دو استاد حضور او ده حلیم او ستر شخصیت باعث ول چدی د ملت د ټول اقشار او پزړون کی خاص ځای عمومي او د ټول اعتماد ملی اعتماد جلب کړي. با گفته رئیس جمهور کرزی استاد برهان الدین ربانی همواره تلاش میکرد تا در افغانستان صلح دائمی برقرار شود و تامین صلح در افغانستان از آرزوهای مهم وی بود. رئیس جمهور کرزی بر ادامه تلاش های حکومت افغانستان در راه تامین صلح تاکید میکند. به همان گونه که استاد شهید بیرق رهبری جهاد و مبارزه را با پایمردی و موافقت به دوش کشیده بود، اینک میخواست پیام صلح و آشتی را به آن ده از فرزندان فریب خورده این وطن که بازیچه دشمنان این خاک شده و دست به خرابی سرزمین خود زدند پیشکش نماید. حامد کرزی با پاس تلاش های استاد برهان الدین ربانی در راه تامین صلح در افغانستان به وی لقب شهید صلح را داد. جمهوری اسلامی افغانستان به استاد گرامی شهید ما لقب شهید صلح را اعطا می کند. در همین حال بازماندگان آقای ربانی از حکومت می خواهند تا عملان ترور وی را شناسایی و به جزای اعمالشان برسانند. تقاضای ما به عنوان سنگرداران و فرزندان استاد شهید از دولت افغانستان این است که در مورد پیگیری عاملین شهادت وی از هیچ نوع تلاش دریغ نورزند. ملت افغانستان سنگرداران استاد شهید در موفقیت پروسه صلح با عزت با ارزش‌های جهاد و مقاومت که نیاز مبرم کشور عزیزمان است با دولت افغانستان و جامعه جهانی همکاری خواهند کرد. پیکر استاد برهان الدین ربانی پس از ادای نماز جنازه به تپه وزیر محمد اکبر خان انتقال داده شد و در آنجا به خاک سپرده شد. مراسم به خاک سپاری آقای ربانی را در گزارش دیگر دنبال کنید.